درود بر شما به برنامه انتخابات 98 خوش آمدید. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که تا دوشنبه هفته آینده 95% رسیدگی به شکایت‌ها در ولایت‌ها پایان خواهد یافت. مسئولان در این نهاد تاکید دارند که تمامی شکایت‌های ثبت شده در حال تحلیل حقوقی، اتخاذ تصمیم و ابلاغ تصمیم قرار دارند. اما سوالی که به میان میاد، آنچه را که کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام میده واقعا خلاف قانون انتخابات افغانستان نخواهد بود؟ واقعا خواهد توانست که تا 2-3 روز دیگر کار خود را به اتمام برسانه در مرحله نخست؟ و اگر این بار هم کمیسیون شکایات انتخاباتی همانند کمیسیون انتخابات موفق نشه، باور مردم چقدر بر عملی ساختن یا عملی شدن قوانین در افغانستان پا بر جا خواهد ماند همانند قبل، یا بار دیگر خواهد شکست باور ایشان؟ تا دقایق دیگر روی این مهم صحبت میکنیم، اما اول گزارش. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات تا روز دوشنبه هفته آینده مهلت دارد تا رسیدگی به تمامی شکایت‌ها را در دفاتر ولایتیش تمام کند که تا اکنون ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، بغلان، بامیان، غور، فاریاب، هلمند، هرات، فراه و نیمروز در حال تحلیل حقوقی قرار دارند. ولایت‌های پروان، میدان، وردک، لوگر، کابل، نورستان، کندز، پکتیا و بلخ در حال تصمیم گیری. ولایت‌های لغمان، کنر، بدخشان، تخار، سمنگان، دایکندی، اروزگان، زابل و بادغیس آماده ابلاغند و ولایت‌های پنجشیر، سرپال و جوزجان ابلاغ شدند. دوشنبه پایان روز ولایات باشد، با توجه به این که اگر پنجشنبه رو ما روز کاری ندانیم، به احتمال 90% تمام ولایات انشاءالله خلاص میشه و شاید 95%. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که باید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به شکایت‌ها به صورت دقیق رسیدگی کنند. جدا از کمیسیون شکایت میخواییم که اینها درست عمل بکنند. این یک مویزگاه آخری است که بالاخره مردم انتظار دارن که عدالت تامین شود و کار اینها مثل کاری که مثل مستقل انتخابات با اعتراضات این و آن مواجه نباشند. کاری که انجام میتن با اساس قانون، با راهکار روشن. پیش از این کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفته است که به تمامی شکایت‌ها به اساس قانون به گونه دقیق رسیدگی میکنند. در این برنامه انتخابات 98 آقایان امیر محمد احساس عضو دسته انتخاباتی دولت ساز، مرتضی اشراق عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و جناب محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم تا دقایق دیگر با ما خواهند پیوست. بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون از تشریف آوری هر دو بزرگوار. بیاین احساس بحث با شما آغاز کنیم. اگر کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخصا نتانه کار خود را تا 2 یا 3 روز دیگر به پایان برساند در مرحله نخست، چقدر بر شما قابل قبول است؟ به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما اشراق صاحب بیننده تلویزیونی آریانا. ببینید کمیسیون مستقل انتخابات، اول مسئله شد چند تا حرف دارم. به انتخابات بالاخره مدیریتش برگزاریش به دوش کمیسیون مستقل انتخابات بود برگزار کرد بر رغم کاستی هایی که وجود داشته. ما در رابطه با موارد مشخص شکایات را درج کردیم مبنی بر این که در برخی از موارد با آرای تیم دولت ساز سطحی برخورد شده. در رابطه با 86,000 رأی که کمپانی در ملوک گزارش داده بود که این آرا قابل بررسی است، ولی کمیسیون مستقل انتخابات این آرا را مکمل به ابطال برده، در حالی که 3 کاتگوری آرا وجود داشت تمامش باطل کرده. بله، او آرا آرای تکراری بود، 60 تکراری بوده، عکس تکراری بوده، ولی آرایی هم در اونجا وجود داشت که آرای دارای مشخصات مکمل بایومتریکی بوده. ما شکایت خواهد درج کردیم در رابطه با 2423 محل، 1179 محل کمیسیون به ابطال برد، 298 محل اعتبار داد، بقیه محلات هرگز سرنوشتش معلوم نیست. چرا اینها سرنوشتش معلوم نیست؟ چرا با آرای مردم سطحی برخورد میشه؟ در رابطه با 500 تا دستگاه دیگه، ایمیلی رو که کمیسیون برای ما فرستاده بود، دو ایمیل نوشته کرده بود که ما این 500 تا دستگاه را داریم روش کار میکنیم، به محاسبه میآید.
این ایمیل برای سایر تیم‌های انتخاباتی هم فرستاده بود، ولی متاسفانه وقت ما مشاهده کردیم هیچ گونه دیتا و معلومات بایومتریکی از این دستگاه‌ها به سرور مرکزی انتقال پیدا نکرده. قبل از جواب دیگر هم بدست بیاریم، چرا چون این کاری شد؟ چرا انتقال پیدا نکرده؟ دقیقاً. خب ما پرسش شما می است. نمیتونستین همانند دستای دیگر استفاده شویم در اون زمان بپرسین که چرا چون این کار خلاف قانون را انجام میدید؟ ما ایمیل زدیم، اسناد اگر به بار شما خلاف قانون بوده. آره، همه اسناد، همه مدارک، ایمیلایی که بین ما و کمیسیون رد و بدل شده وجود داره، کمیسیون بر ما گفته، نوشته کرده که ما اینا را میاریم به محاسبه، اینا را ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم. ولی متاسفانه دارین شما سندی در حال حاضر از همین مورد؟ ایمیلش وجود داره، من در ایمیل برتون نشان میتم. و در رابطه با 13 تا دستگاه دیگه عین مسئله است که نام به محاسبه نیامده، گفتن بررسی میکنیم بعد شامل میسازیم. آه، ولی خب نه بررسی شده، اصلا بر ما پاسخ هم داده نشده. 13 تا دستگاه علایده است که عین سرنوشت داره، 700 تا SDK کارت حافظه متاسفانه معلوماتش انتقال پیدا نکرده. در رابطه خب با سوال شما شکایت کردین، درست؟ شکایت کردیم. اما با پرسش مگه بپردازیم؟ من با پرسش شما میام. ببینید، انتخابات متاسفانه خیلی زمانگیر شد. مردم افغانستان در شش میزان رای دادن که سرنوشت سیاسیشان مشخص شود، از حالت سردرگمی بیاید بیرون. ولی متاسفانه به دلایل مختلف، خب کاستی های کارمندان کمیسیون هم بوده، ولی در موارد تیم های انتخاباتی هم در واقع موانع رسای رای کار کمیسیون مستقل انتخابات انداختن که به نحوی باعث شد که نتیجه انتخابات نتیجه ابتدایی به تاخیر بره. ولی حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه خطیر پیش رو داره، انتظار مردم، تیم های انتخاباتی، مخصوصا تیم دولتساز تاکیدش بر این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مهلتی که وجود داره بررسیاش انجام بده. مردم افغانستان اگر نتش ببینین، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی نتواند در زمان مشخص بررسیش انجام بده، فیصله نکنه و اعلان نکنه، در واقع به ظرفیت و توانایی کمیشنرها و کارمندان کمیسیون باید تردید کرد. واقعا بنابراین میشه تردید کرد؟ خب اگر، یعنی شما بی اعتماد میشین. خب اگر کمیسیون در زمان مشخص نتواند که بررسیایش انجام بده، قطعا بیانگر عزیز که ظرفیت و پتانسیل لازم در اینجا وجود نداره. البته یک موضوع را باید نادیده نگرفت، شکایاتی از طرف بعضی از تیم های انتخاباتی بر مبنای وقت کشی، بر مبنای به این موارد هم خواهیم پرداخت. اما صحبت های خانم شینواری را مگر شما نشنیدین؟ گفتن یک روز پس یا یک روز پیش ما، بر ما شفافیت مهم است. درست است، شفافیت بر ما هم مهم است. تیم دولت ساز انتظارش از کمیسیون شکایت انتخاباتی است که شفافیت و عدالت انتخاباتی را به معنای دقیقش تطبیق بکنه، تا اینکه کاستی هایی که در بعضی از فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته، قانون شما میخواید را یاد بتین؟ در کی؟ در همین مورد میخواید شما قانون برشان یاد بتین؟ با کمیسیون مستقل انتخابات؟ شکایت انتخاباتی. نه، کارمندای کمیسیون شکایت قانون بهتر میفهمند. مجرای قانون است. تاکید ما بر مبنایی است که میگم مارگزیده از رسمان دراز میترسه. شما از چی میترسید؟ کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات فیصله هایی را که صادر کرده، این فیصله ها باعث شده آرای مردم افغانستان در برخی موارد بدون دلیل معجب به ابطال بره. بنابراین ما نگران این هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی اینچنین سطحی برخورد نکنه. واضح است، شما اگر بشنوم، اگر از زمان بگذره شما تردید دارین به تواناییشان، با چی میکنین در برابر؟ ببینید، ما خیلی کوتاه اقدام خیلی خاص روی دست نداریم، ولی همه ای که نتونه در زمان مشخص کارش را انجام بده، تردید به ظرفیت کمیسیون ایجاد میشه. اما اگر واقعا برای که شفافیت تامین شوه، عدالت انتخاباتی روی کار بیه، ما با او مشکل نداریم. فکر میکنیم ولی اگر از روی سهل‌انگاری باشه، قطعا ما اعتراض داریم. واقعا سهل‌انگاری خود شد یا واقعا انتظار داریم که سهل‌انگاری نشه و نتیجه انتخابات بالاخره کارایشان انجام بدن؟ اما من دیشب رضوان صاحب را داشتم، خلاف آنچه که شما میگین این بحث تردید به ظرفیت و دیگه چیزها را مطرح نکردن. گفتن میشه که مشکل پیش بیاید، مثلا اینا نتانن کار خود به زمان مشخص انجام دادن، نتانن.
میتونه که ادامه بتن به کار خود تا زمانی که شفافیت و عدالت انتخاباتی تامین شود. اما شما چیز دیگری را میگین. شما تردید میداشته باشین به ظرفیت کاری کمیسیون با این حجم شکایاتی که وجود داره از یک طرف و آنچه نگرانی هایی که کمیسیون شکایت انتخاباتی داشته. من گفتم که شکایات را که بعض از تیپ های انتخاباتی برای وقت کشی برای که پروسه را به انحراف بکشانه درش کرده در حالی که مربوط کمیسیون ندارن، بنابر این امکان این وجود داره که یک روز درست پس پیش شود. اما بحث امکان را مطرح نکردیم. بسیار خوش آمدین، اما اجازه بدین که داشته باشیم جناب اشراق هم. چقدر شما میپذیرین تأخیر در بررسی ها را یا ادامه یافتن این روند بررسی را پس از 15 روز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، درود به شما، درود به مهمان گرامی شما آقای احساس و همچنان به بینده های عزیز برنامه شما. راجع به آنچه که به حال ما داریم میریم که یک بار دیگر تقویم انتخاباتی شکسته شود، متاسفانه توسط کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی، ما از این جهت ناراحت هستیم. نباید تقویم انتخاباتی شکسته میشد، اما متاسفانه بنا به دلایلی به حال این پروسه میره که یک بار دیگر درش تقویم شکسته شود. دلیل اینکه شکسته میشه تقویم چی هست؟ خب به هر حال معاون سخنگوی یک کمیسیون بدون شک اشاراتی در این مورد خواهد داشت، اما چنانچه امروز شما شاهد بودین سخنگوی کمیسیون رسیدگی و شکایت انتخاباتی امروز به صراحت اشاره کرد که در تعداد زیادی از ولایت تا به حال کمیسیون انتخابات نه یوزر را به اینا داده در ولایات و نه همچنان امو اطلاعات بایومتریکی را. ببینید در حال حاضر با توجه به صحبت های کمیسیون رسیدگی و شکایت انتخاباتی حداقل بالای 8,500 یا بالای 8,000 شکایت جدی را ما شاهد هستیم در این انتخابات که کمیسیون رسیدگی و شکایت انتخاباتی باید به او رسیدگی بکنه. اما متاسفانه کمیسیون چقدر برای شما قابل قبول است اگر پس از 15 روز همین روند ادامه یابد؟ ببینین یک چیز هست که وقتی عمو دو مورد را که امروز سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که ما تا به حال اطلاعات بایومتریکی را نداریم، دسترسی به یوزر در تعداد زیادی از ولایات تا به حال نداریم. خب این مشکلات از بین کمیسیون ها باید حل شود. به هر صورتش این مسئولیت شما هم نیست، از هیچ دسته انتخاباتی هم نیست، مشکل از بین کمیسیون ها. میخوام به این نکته اشاره بکنم، وقتی که اینمی اطلاعات را کمیسیون انتخابات در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار نمیده که محور و اساس و بنیاد کارش هم در خانه نمی موارد تشکیل میده، در اون صورت ما انتظار هم نمیتونیم داشته باشیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی در روی هوا یک فیصله بکنه. دلیل هم برای چی فیصله کنه؟ باید اونمو یوزر و اطلاعات بایومتریکی رو کمیسیون انتخابات در اختیار اینا قرار بده که در تعداد زیاد از ولایت تا به حال قرار نداده. واضح جواب ما میخوایم اشراق صاحب، در ادامه بریم به طرف پرسش دیگه. اگر از 15 روز بگذره چی میکنه؟ ما همیشه گفتیم که باید مطابق با قانون کار صورت بگیره. باید اگر قانون زیر پا شود چی؟ ببینید قانون تا به حال هم چنانچه زیر پا شده و پس از این هم ما در حقیقت شاهدش هستیم. یعنی میخواین بگین که تا اینجا که زیر پا شده بعد ازش هم شود؟ دقیقاً یک دلیل این کار برمیگرده به ممکن است تعلل ها یا سستی در کمیسیون شکایت انتخاباتی. یک دلیل هم برمیگرده که تا به حال هم کمیسیون انتخابات اطلاعات در سست عمل کرده. ممکن هست یک چنین چیز باشه و یک دلیل دیگه هم برمیگرده به سستی کمیسیون. ممکن هست که یک سستی در اینجا وجود داشته باشه. چه سستی ممکن هست؟ اینکه بر حال در موعد معین وقتی کار صورت نمیگیره علل زیادی میتونه داشته باشه. یکی انبوه از شکایت هاست. دلیل اصلی به باور من اینه میست که کمیسیون انتخابات اول اطلاعات در اختیار اونا قرار نداده. انبوه شکایت ها را یاد کردین. شما چند شکایت درج کرده بودیم؟ ما در حدود 8,000 شکایت. چقدر رد شده؟ در حدود 5,700 شکایت اگر اشتباه نکنم اونا هست در جایش و بالاتر از او هرچی میمانه در حال حاضر گفته میشه که رد شده. اما تا به حال 5,700 بالای 5,000 است، رقم دقیقش یادم نیست. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی تا به حال اونمو شکایت هایی را که رد کردن تا به حال به ما دلیلش تا به حال به ما نگفتن. شما از شما پرسان نکردین ما پرسان دلیل رد شدن را؟ ما پرسان کردیم. چی گفتن؟ تا به حال جوابش نیومده. امیدوار هستیم هر چه زودتر این دلیل بیاید. امیدوار هستیم آنچه که اینا تصمیم گرفتن در مورد شکایات مطابق با قانون باشه. به اساس صحبت های جناب احساس چقدر میشه شما را شامل تیم های وقت کش حساب کرد؟ خب ما چنانچه شما شاهد هستین
امروز هم کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبتهاش طوری بود که کمیسیون انتخابات وقت کشی میکنه و اطلاعات را نمیده و این صحبتهای کمیسیون اجازه بده من به سوال شما میرسم به کمیسیون بعدن میپرسم به سوال شما میرسم خب دقیقاً به سوال شما میرسم این یک بخشی از سریال تقلب هست که کمیسیون انتخابات تا به حال داشته آخرین مرحلهش برمیگرده به حالا شاید آخرین نشم نباشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی که اینا را کارشکنی میکنه نمیگذاره اطلاعات در اختیار شد قرار نمیده سوال ما دیگه چیزی از جناب شما که ما طرف دیگر میرین ما به می میرسیم واضح سوال کردیم که اجازه بتین با طرف جناب شما بریم واضح سوال کردیم واضح میخوایم جوابتان را چقدر شما شامل تیم وقت کش هستین ما دقیقاً به اینجا رسیدیم حالا به اینجا رسیدیم کمیسیونی که حتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی اطلاعات را در جریان 3 هفته و بیشتر از 3 هفته قرار نمیده ما اعتراضاتی را که داشتیم دقیقاً بر اساس قانون بوده هست و خواهد بود هر چیزی را که ما اشاره کردیم اگر مستمسک قانونی نداره شما بفرمایید بگید که نداره اگر داره پس این را نمیشه تحت عنوان وقت کشی سخنگوی کمیسیون هستن از شان میپرسیم اما زمانی که شکایتتان اینجا رد میشه چی را میرسانه به اساس گفته جناب ایساس شما وقت کشی کردین نه خیر هر شکایت وقتی در اونجا درد میشه خود کمیسیون شکایت انتخاباتی در ابتدا یک برگه میته برای هر شکایت که درد میشه پس به اساس قابل ملاحظه است قابل بررسی است حالا بعد از اون که کمیسیون شکایت انتخاباتی این را رد میکنه بر اساس قانون هست یا نیست اگر بر اساس قانونش بله بدون شک میپذیریم تا بال دلایلش با ما ایران فکر نمیکنین که بیش از 2000 شکایتتان حالا حذف شده نزدیک به 2500 شکایتتان بله خب میگه هر کس بامش بیش برفش بیش ما بیشترین شکایت را داشتیم و اگر بر اساس فیصدی حساب بکنیم شاید فیصدی ما خیلی کمتر از شما 5700 گفتین نه 5564 شکایت شما بر دارین بر اساس فیصدی اگر بسنجیم یک فیصدی هست که بسیار تشکر صحبت میکنیم بین نظمی آخرین صحبت از اینا ادامه بتیم میگه چی باعث شد که شکایتایشان را رد کردین و سایر دستاره همچنان بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و مهمانان گرامی بسیار خوش آمدین چندیر امید سلامت به خیر گذشته باشه سلامت باشین من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه یک مقدار دیرتر رسیدم خوش اجازه بدید که به همین از همین موضوعی که شما مطرح کردید آغاز بکنیم و اصلاح بکنیم یک موضوع را که هنوز در آماری که رسما از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام شده و مد نظر هست آرای قابل سهم و غیر قابل سهم هنوز تفکیک نشده میخوایم بگم که یک اشتباهی صورت گرفت یک خطای انسانی بود که همو پریروز که در کنفرانس مطبوعاتی یک آماری اعلام شد این آمار خیلی دقیق نبود به خاطر که او یک گزارش به صورت مجموعی رفته بود او بخش هنوز تکمیل نبود که نباید اعلام میشد این رقم شکایت ها بله بله که حالا بعدا او رو در رسانه ها باز می رقم جا افتاد که گویا اینمی شکایاتی که در ذیل تیکت های انتخاباتی امو رقمی که آمده و اونمو شکایت ها موثق هست و بقیهش رد شده است نه چنین چیزی فعلا نیست اما همینجا پرسش به میان میه چرا باید چون این موردی به این بله. مهمی در این مقطع حساس زمانی درز کنه بیرون داده شد و در این زمان یک روز دو روز بعد چون این صحبتی از شما بشنیم نه ما بلا فاصله از همون بعد از او جلسه که وقتی پرسش هایی شد از طرف رسانه ها ما رو واضح کردیم برای رسانه هایی که جویا بودن اما تا اینجای کار رسیده آه بله فقط میخوایم بگم که خب ایر ما میپذیریم که یک خطای انسانی بوده یعنی اونم آمار مربوط به تصنیف مربوط به تیم‌های انتخاباتی تکمیل نبود و به خاطر همین او اصلا اون بخش قرار نبود که فعلا اعلام شود ولی خب او در اعلامیه گنجانده شد به صورت ناخواسته و یک اشتباهی را رقمی الان سبب شده یعنی زمانش نبود که اعلان کنیم نه یعنی چون او آمار هنوز تکمیل نشده بود ناقص بود. پس چرا باید آمار تکمیل نشده اضافه شود مگر کسی نبود اونجا یک بار پیش از اینکه حداقل نشست برگزار شود مرور کنم این محتوا را شما چون در رسانه بودین و این بحثا را خیلی خوب میتونین کاملا من واقف هستم به اینکه بالاخره یعنی رسانه ها ممکنه اون موضوع را مورد نظر قرار بدن یا مورد تاکید اما به هر حال انسان و هر سخن شما برای ما سند است
بله هر انسان و یا نوع بشر واجد خطاست و همزمان یک گروه میشه که میخوام بگم که فقط اونمو به اصطلاح مو کاتگوری 16 گانه که به اصطلاح اعلام شد رسما اونمو کاتگوری فعلا تکمیل است و مجموع شکایات به موضوع 16551 شکایت رسیده و هنوز آمار شکایات قابل سم و غیر قابل سم هنوز تفکیک نشده. این می مورد. حالا مورد دیگه ای که میخوایم اشاره بکنم آخرین جزئیات از روند رسیدگی به شکایات هست که حتما در گزارش همکاران شما هم حتما آمده یک چنین چیزی. در حال حاضر در 10 ولایت تصامیم و فیصله ها صورت گرفته و ما آماده ابلاغ این تصامیم و فیصله ها هستیم. به طور مشخص لغمان، کنر، بدخشان، تخار، دایکندی، اورزگان، زابل، جوزجان، بادغیس و سمنگان اینها مواردی هستند که فیصله ها آماده ابلاغ هستند. در 2 ولایت، ولایت پنجشیر و سرپل هم فیصله شده و ابلاغ هم شده. 3 ولایت. سه ولایت او به اصطلاح آماری که در امو بد و به اصطلاح انتشار به دست من رسید 2 ولایت بود، ممکنه تا تا و ولایت های پنجشیر، سرپل و جوزجان ابلاغ شدند. بله بله درست. البته او جوزجان جز ولایاتی بود که کارش از همه که پیشتر به اتمام رسیده بود و ولایت های مثل پروان، وردک، لوگر و نورستان هم در مرحله تصمیم قرار دارند و با این وجود میشه گفت که یک به اصطلاح پیشرفت قابل ملاحظه ای در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی را ما شاهد هستیم و تا پایان این هفته همونطور که وعده داده بودیم بخش اعظم ولایات کارشان را به اتمام میرسانند. بخش اعظم؟ بله. چند روز وقت دارین شما؟ به 15 روز؟ خب تا پایان همین هفته خب او موعد به اتمام میرسه، اما خب ما ایره قبلا تا روز پنجشنبه. بله بله قبلا هم ایره مطرح کرده بودیم که به اصطلاح یک بخشی از ولایات که در اونجا حجم شکایات زیاد هست ممکن است زمان بیشتری ضرورت باشه. و این به دلیل سستی شما بوده؟ نه به هیچ وجه. اگر دلیل اگر سستی بود که مجموع 16500 بیشتر از 16500 شکایت کمی نیست. پس این بحث احتمال سستی را که مطرح میکنن ناشی از چیست آقای اشراق؟ خب من نمیدانم که حالا ناشی از چیه، ولی خب به هر حال شما سست عمل نکردین به قولشون. من میخوام این رو وضاحت بتم که نگاه کنید با وجود این که سطح بالایی از شکایت را ما شاهد بودیم و 16500 شکایت را ما اصلا انتظارش هم نداشتیم که اینقدر شکایت ثبت شود، اما تمام تلاش تیم کمیسیون شکایت انتخابات چه در کمیسیون مرکزی و چه در ولایات در این راستا بوده که بتواند حد اکثر کار را در همون بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده انجام بده. فیاسب سوال حالا باز هم مطرح میشه، مگر شما مشکل کارمند نداشتین و ندارین؟ با توجه به سطح شکایاتی که افزایش پیدا کرد ممکنه بگیم که این سطح از کارمندانی که ما فعلا داریم مثلا پاسخگوی این همه شکایت نبوده، ولی چیزی نمیشد که بیافزاییم به این شمار یا به این تعداد؟ بله میشد بیافزاییم، اما چرا نیافزودیم؟ خب این کارها همونطور که میدارید امورات اداریه دیگه، یعنی بحث اداری هم چون شما سخنگو هستین این بحث هم باید واضح بشه. دقیقاً می‌خوام واضح بکنم. نکنید امورات اداری و استخدام بحثی است که به فقط به نهاد کمیسیون شکایت انتخاباتی مربوط نمیشن. شما باید پیشنهاد بدین، نیازمندی ها را اول مورد سنجش قرار بدین، بعد او را پیشنهاد بدین، ریاست جمهوری باید او را به اصطلاح منظور این بکنه. خود زمانگیر است. دوباره تا بیاید. اما همه نیاز به هماهنگی نداره فیاسب. نکنید برنامه‌ریزی از قبل، هماهنگی، این موارد از برنامه‌ریزی از قبل بوده. به هر صورت نگاه کنید ما میگیم که ما در حد اوسط نیروی انسانی مورد ضرورت خود را استخدام کرده در هر بودن. ولایت چند نفر دارین؟ نگاه کنید در هر ولایت خب 3 کمیشنر هست و ریاست دارالانشای برای بررسی شکایات. برای بررسی شکایات هم افرادی هستند در اونجا به صورت مسلکی.
حالا من مشخصا شاید مثلا آماری الان در اختیارم نباشه. من اجازه بدین که آقای الیوسی که آمده بودن نقل قول کنم، گفتن بین یک نفر تا دو نفر مود ولایات برای بررسی شکایات داریم. حالا نینگرهار از جمله ولایت هایی است که بیشترین شکایت را داشتن و در این زمان در مرده نخست اگر دستبندی کنیم قرار میگیره. در چنین وضعیت فکر میکنین هماهنگی بین شما و کمیسیون انتخابات وجود داشته؟ خب ای اگر بحث کمیسیون انتخابات سوستی را مطرح میکنن پس اینجا نبوده؟ نه سوستی را که ما خب من اجازه بدید که موافقش نباشم. خب به خاطر اینکه نکنید اگر سوستی می بود در همین مدت زمان کم با این همه حجم شکایتی که داشتیم، خب یعنی پیشرفت است که ما در ولایات شاهدش هستیم و در حال انجام هست، به صورت شبانه روزی دارن کار میکنن همکاران ما و به هر حال انتظار داریم که پس هماهنگی چی؟ هماهنگی خب بله یک مقدار صحبت داره. پس هماهنگ نبود این شما. به هر صورت بر اساس تفاهم نامه ای که بین دو کمیسیون امضا شده بود و او تفاهم نامه هم هدفش تسریع ایجاد هماهنگی و انسجام بین دو کمیسیون. نتیجه این که در بسیار از موارد هماهنگی وجود داره، اما در برخی از موارد هم هماهنگی متاسفانه نبود. حتی با کمبود کارمند مواجه هستین. اما اگر شما نتونین در 15 روز کارتان را به اتمام برسانین، قانون چی میگه؟ خب ما تلاش خودمان را انجام بدیم. قانون چی میگه؟ خب به هر حال درسته، او میتونه به عنوان یک نقض قانون مد نظر قرار بگیره. این را میپذیریم. اما خب بله، اما به هر حال واقع بین باید بود. وقتی که شما تقویم انتخاباتی نقض میشه و نتایج پس تقویمی که خودتان حتی خبر نمیباشین. کدام تقویم؟ من میخوایم بازم نقل قول کنم که تقویمی را که کمیسیون انتخابات تعیین کرده بود شما خبر نداشتین. چرا خبر نداشتین؟ به خاطر نتایج ابتدایی و در این زمان زمانی را که برای شما تعیین کرده بودند. چرا مشخص بود؟ ما در اون زمان هم خب شما خبر داشتین؟ بله بله. در هماهنگی با کمیسیون تقویم ریخته شد؟ خب ای نکنید این مشکل ما نبوده که در هماهنگی با شما تقویم ریخته شده با ما هماهنگ نشده بود و ما مراتب اعتراض خود را بارها بیان کردیم در رسانه ها و در جلسات. میخواستم این مورد یک ذره وضاحت پیدا کنه. اما اگر قانون نقض شه، نقض اندر نقض، کمیسیون شکایات، کمیسیون انتخابات گفتم میشه قانون را نقض کرد و لحاظ تقویم و سایر گپایی که هست، حالا وجود و ملاحظاتی که هست، حتی انتقاد شما هم داشتین، یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی. بله بله. حالا شما اگر ناقض قانون باشین در موردی فکر میکنین چی پیام را بر شهروندان میرسه؟ کنید ما این امر در اختیار ما نبوده که ما به اختیار خودمان ناقض قانون باشیم. اما پلانگذاری میتونه شود، برنامه ریزی میتونه شود. بله، اما به هر صورت شما صفر تا صد قضیه نمیتونید که بر پلانگذاری شما صفر تا صد باشه. شما به صورت استاندارد و حد اوسط را مد نظر قرار میدید، بر اساس امو حد اوسطی که مد نظرتان هست برنامه ریزی خودتان انجام میدید. اما وقتی میزان شکایات اصلا نه ما و انتظار را داشتیم، نه کمیسیون انتخاباتی قدر انتظاری قدر ثبت شکایت را داشته و نه تیم‌های انتخاباتی شاید تصور میکردن که اینقدر ثبت شکایت انجام بدن، خب پس در چنین وضعیتی چه کار باید کرد؟ آیا به ظرفیت کمیسیون نمیشه تردید کرد؟ به خاطر اینکه نه به خاطر آنچه را که تیم دولت‌ساز بیان میکنه. اجازه بدید یک موضوع مسلکی و علمی رو مطرح بکنم. من دانش آموخته علم مدیریت هستم. خب در بخش مدیریت و پالیسی وقتی شما پیش بینی را انجام میتین، پیش بینی ها هیچ وقت 100% درست نمیباشد. چرا؟ چون میگیم که در رابطه با آینده ای شما دارید بحث میکنید که او آینده برای شما مطمئن نیست. چرا؟ چون شما از اطلاعاتی که در آینده ممکنه وجود داشته باشه 100% اطلاع ندارید. خب بر اساس این خلأ و بر اساس علمی موضوعی که پذیرفته شده هست اصلا که پیش بینی ها هیچ وقت 100% درست از آب در نمی آید، ما پیش بینی های خودمان را انجام داده بودیم ولی وقتی سطح شکایت شد. ولی وقتی سطح شکایت وقتی از یک حدی بسیار فراتر میره، خب طبیعی زمان گیره. یک دوم موضوعی که باعث شد که در حقیقت یک مقدار باز هم زمان گیر باشه اینه، تیم های انتخاباتی اکثر شکایات خودشان را یا میشه گفت که 100% شکایات خودشان را در مرکز ثبت کرده بودند. ما انتظار داشتیم که تیم های انتخاباتی شکایتشان را به تفکیک ولایت در دفاتر ولایتی ثبت بکنند. خب
بار آمد روی کار کمیسیون شکایات. چیکار کردیم؟ ما مجبور شدیم که تمام اینمی شکایات را به تفکیک ولایت اسکن بکنیم دوباره بفرستیم. یعنی یک بخش کار که نباید می آمد روی دوش کمیسیون شکایات آمد و ما مجبور شدیم که او کار را دوباره انجام بدیم. پس به اساس همین دو موردی که شما بیان کردین، دولت ساز به این باور است که این میشه به تردید به ظرفیت کمیسیون تردید کرد. این را چقدر میپذیرین و بله یا نه خیر؟ به هیچ وجه. به خاطر اینکه به هر حال نگاه کنید در فضایی مثل افغانستان ممکنه چالش هایی وجود داشته باشه، اما در حال حاضر شما نگاه کنید کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام تلاش خودش را داره انجام میده و آماری که امروز هم داریم نشان میده که کار با یک سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال انجام هست. اگر یک مقداری کار در برخی از ولایات به تعویق میفته، ما این را از مردم خواستیم که صبوری بکنند تا انشالله کارها با دقت بالایی انجام شد. امید دارم این صبر را مردم کنند. پس از وقفه بحث ما همچنان ادامه. به ادامه انتخابات 98 خوش آمدین. بفرمایید احساس چه تصویری کمیسیون از خود برای شهروندان خواهد داد؟ ببین، بحث ماده 91 بحث رسیدگی به شکایات است. هرگاه ناظر تیم انتخاباتی در روز انتخابات مشاهده میکنه که شکایت در یک محل یا در یک مرکز اتفاق میفته، تقلبی صورت میگیره، تخلفی صورت میگیره، اولا باید در همون روز شکایت خود درج بکنه. اگر در روز شکایت درج نمیکنه تا دو روز دیگه. این از بند 3 هم شما خواندین، یعنی اینمی دقیقا آمده که در امور شکایت درج کنه، اگر تا دو روز دیگه هم شکایت درج بکنه. اما در بند 3 ماده 91 قانون انتخابات افغانستان گفته که کمیسیون های ولایتی شکایت انتخاباتی مکلف هستند که در مدت 15 روز کاری پس از ختم زمان ثبت شکایات و اعتراضات نتایج بررسی های خود را نهایی و منتشر کنند. واسه جزئیات چه میگذاریم؟ آره، بحث روز انتخابات است و دو روز بعد انتخابات. فعلا این گپ شما فعلا دقیق است، هیچ گپ مشکل نداره. ولی اگر آنچه که در کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی موارد اتفاق افتیده و اگر عین مورد یعنی تکرار شود، باز هم قطعا دیدگاه مردم نسبت به کمیسیون ها، مخصوصا حالا که کار روی میز کمیسیون شکایت انتخاباتی، دیدگاه یک مقدار منفی میشه. امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام توان و ظرفیتی که در اختیارشان هست استفاده بکنه و در زمان مشخص کارشان را به اتمام برسانه. اما از میزان شکایات هم خب حالا این را رد کردن و او آنچه که نشر شده بود از طرفشان او را به شکل گفتن خب یک اشتباه بوده، میشه که روش بعداً صحبت کنیم. فکر میکنین چقدر شکایاتهایتان مستند و مستدل هستند تا اینجا؟ ما همه شکایات تیم دولت ساز ما گفته میتونم که همهشان بر اساس اسناد، مدارک و شواهدی که ما از محلات داشتیم ثبت کردیم و در چندین فیصله نامه ای که کمیسیون مستقل انتخابات داشته ما شکایت ما را درج کردیم و در رابطه با سقف آرا که پایین آمده شکایت درج کردیم، 18000 چند پایین آمده، آنچه برخلاف آنچه که در ملوک اعلام کرده بود، در رابطه با 2423 محل ما شکایت درج کردیم و در رابطه با 700 تا استیکی و 1300 دستگاه و 500 دستگاه علیده ما شکایت ما بیشتر در همین حوزه ها متمرکز است و در برخی از محلات دیگر در نقاط مختلف در مراکز مختلف آرا بدون اینکه اسناد مبنی بر ابطال وجود داشته باشه ای رفته وارد پروسه ابطال. فکر می‌کنم چند تایش رد خواهد شد با در نظر داشت آنچه که ممکن خب اشتباه بوده یا هر چیزی که بوده که نشر شده. فکر کنم اگر در تصنیف بندی کمیسیون شکایت انتخاباتی بعضی از شکایت ما را در با همدیگر ادغام بکنه، در غیر از اون ما فکر نمی کنم همه شکایت مستدل و مستند است، مگر اگر تصنیف بندی بعضی از شکایت از نظر کار کمیسیون شکایت انتخاباتی تکراری به نظر برسه. در غیر از اون آنچه که ما ثبت کردیم بر مبنای عینیات و واقعیات بوده که در محل رایدهی اتفاق افتیده با فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات بوده و در رابطه با سقف آرا و 86000 رای و 700 تا استیکی و 1300 دستگاه و 500 دستگاه. اما ما مطمئن هستم که بحثایی را که سایر اعضای دسته انتخاباتتان میکنند، به خصوص سخنگویانتان، این را خیلی خوب
که شما دنبال میکنید، بخصوص مسئول رسانه‌ایتان آقای مراد دیشب گفتن بین 200 تا 300 که باز من آمار ارقام را کشیدم چیز دیگری بود. امیدوارم که دنبال کرده باشین. صحبت‌های شما در تناقض با صحبت‌های آقای مراد است. چی تناقض داره گپ من با آقای مراد؟ اما تعداد شکایت‌هایی را که شما گفتین، اونا 200 300 شکایت را گفتن که رد شدن. ببین او حرف با این حرف تفاوتش در چی است؟ ما گفتیم در تصنیف بندی ممکن کمیسیون بعض شکایت من را در بعضی تصنیف بندی خود ممکن است در یک کاتگوری بیاره، ولی ممکن است تفاوت به 100 رای به سخن نزد. حالا ممکن خوب در همین که 200 میگه ممکن است در کاتگوری ای با هم فرق بکنه. بسیار تشکر. مشکل نداره ظاهر حرف. خب این تفسیر صحبت‌های آقای مراد هست که شما دارین، اما بایش کار نداریم. میریم به طرف جناب اشراق. زمانی که یوزر برای کمیسیون شکایات، کمیسیون انتخابات نمیته، چی پیام را میرسونه؟ زمانی که یوزر یا مو اطلاعات بایومتریکی در اختیار کمیسیون رسیدگی به شکایات قرار نمیگیره، رسیدگی به شکایات بدون معلومات بایومتریکی اصلا ناممکن است. هیچ امکان نداره که رسیدگی به او صورت بگیره، چون رای بایومتریکی است، معیارم بایومتریک است. وقتی اطلاعات در دسترس کمیسیون رسیدگی به شکایات نباشه، کاری به باور ما و واضح است که صورت گرفته نمیتونه. و اینکه کمیسیون این را در اختیار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار نمیده، ادامه یه سریال تقلب هست که چه در ارتباط با 137,000 رای، چه در ارتباط با 102,000 رای، چه در ارتباط با 2400 چند صندوق، چه 1,000 صندوقی که بعداً علاوه کرده، و چه در ارتباط به اون متفاوت 1,000 صندوق. ببینین در حدود 1,000 صندوق را پس از حالا بعداً تعداد شما آرایتان اضافه شده روان است، یعنی همون 370,000 حال که میگین شده. ببینین اجازه بدید من بر شما بگم دانه به دانه ایره که چقدر صندوق دیگه بعد از نتایج، بعد از اینمی برحال 300,000 رایی که ما او را رویش اعتراض داشتیم، چقدر صندوق دیگه در زمان اعلام نتایج ابتدایی علاوه گردیده. چرا علاوه گردیده؟ چون سریال تقلب باید یک تیم را در از کجا میدونید؟ خب من دانه بدانه به شما اشاره میکنم. نه از کجا میدونید؟ با کدام سند اشاره میکنم به شما؟ ولی سریال تقلب باید یک تیم را بالای 50 قرار میداد. ادامه و سریال هم در حال حاضر وقتی اینمی اطلاعات در دسترس کمیسیون رسیدگی به شکایات قرار نمیگیره، اکثر پاکسازی های را اینا میخواین بکنن که به حال اون کار را که کردن او را پاکسازی بکنن و ردپای چیزی جای به جای نگذارن. از کجا میدونین که پاکسازی میکنن؟ در ارتباط با این که ما گفتم اشراق صاحب، از کجا میدونین که پاکسازی میکنن؟ پس امیر شما چی جواب میگین؟ چرا باید، چرا نباید کمیسیون؟ من مسئولیت انتخابات جواب دادن را به شما ببین ندارم، مشخص اما میخوایم مسئولیت سوال کردن را دارم. از کجا میدونین که اونا در حال پاک کردن هستن؟ دقیقاً زمانی که داره وقت تلف میشه، یعنی وقتی را که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی داره برای رسیدگی به شکایات و بدون دسترسی به اطلاعات رسیدگی امکان نداره، اینمی رو وقتی نمیته چرا نمیته؟ هزاران سوال ایجاد میشه، یکیش هم جز اینمی که پاکسازی بکنه رد پای خودشان ره. من اشاره میکنم به همون جزئیاتی که گفتم. آرای 300 صندوق از جمع 2423 محل که بدون معلومات بایومتریک است، معیار بایومتریک است، قانون مشخص است، لوایح مشخص است، طرز عمل مشخص است. یعنی 300 صندوق را اینا علاوه کرده برای اینمی وارد دور ساخته. 105 صندوق است که به بازشماری رفته بود، در نتیجه تفتیش و بازشماری کمیسیون نتوانسته همین خود صندوق را اصلا پیدا بکنه، فقط بر اساس یک ریزل شیتی که حالا هر چیز میتونه او باشه. 105 صندوق را اصلا صندوق نیست، بر اساس ریزل شیت، حالا بایومتریک نیست، هیچ صندوقش اصلا وجود نداره. اما شما شکایت کردین. دقیقاً. اجازه بدین پس کمیسیون شکایات انتخاباتی به این مهم بپردازه. اما فکر میکنین نتیجه چه زمانی، نتیجه بررسی های اعلام خواهد شد با آنچه که تا پایان هفته خب کمیسیون نخواهد دانست؟ من فکر میکنم همون سریال تقلبی را که کمیسیون انتخابات ایجاد کرد و نهایت زور و تلاش خود را به خرج داد تا که یک تیم را با علاوه کردن غیر 300,000 1,000 صندوق دیگر تقریبا یا کمتر از زور علاوه میکنه، بر ای یک زور بسیار زیادی را زد و انرژی بسیار کلانی را مصرف کرد که یک تیم را به یک جای نشان بده، در یک حد نشان بده. پاک کردن ای، رسیدگی به ای که تعداد 16,000 شکایت هم میشه، یک بحث است که واقعا زمان بر هست.
مورد دوم وقتی اطلاعات بایومتریکی را قرار نمیده خودشان در دسترس اینها، این باز یک موزل کلان دیگه را خلق میکنه که اینا در صدد ای است که سریال تقلبشان به یک جای به یک نتیجه نامطلوب تقلبی خودشان برسه که این را کور خواندن. ما امیدوار هستیم بر حال کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی مطابق به قانون بیان تومار این سریال تقلب را در هم بپیچن و مطابق به قانون رفتار بکنن. ممنون اشراق صاحب. فیاض صاحب، چند مورد دیگه هم هست که حداقل در این برنامه نیاز است از شما جوابش داشته باشیم. پرونده مرتکبین جرایم، کسانی که تخطی کردن و تخلف کردن، به کجا رسید؟ منظورتان هم لیستی است که کمیسیون انتخابات؟ بله بله، متاسفانه به جایی نرسیده. به خاطر از اینکه چرا؟ وقتی که این لیست ارائه شد، ما پیرو این لیست یک مکتوب فرستادیم به کمیسیون انتخابات و دو مورد را به اونا گوشزد کردیم. یک، کسانی که مرتکب تخلفات اداری شده بودند بر اساس ماده 23 قانون انتخابات، صلاحیت رسیدگی به خود کمیسیون انتخابات بوده و به ما ربطی پیدا نمی کرده. ماده 33؟ ماده 23. 23. بله. اگر خب ایشو از بند اول، پس مرتکبین تخلفات اداری به ما ربطی ندارد. دوم، در رابطه صلاحیت کمیسیون انتخابات است. بله، به خودشان هست. همونطور که در رابطه با متخلفین اداری و کمیسیون شکایات هم صلاحیت به خود کمیسیون شکایات است که خودشان انجام میدن. خب در رابطه با کسانی که تخلفات و جرایم انتخاباتی را مرتکب شدن، باز ما از اونها خواستیم که ارائه نام صرفا کارساز نمیتونه باشه. سند تا بالا ارائه نشده؟ نه، ما از کمیسیون انتخابات خواسته بودیم که بیایه و برای هر مورد دوسیه سازی بکنه، مستندات لازم را درج او دوسیه ها بکنن و تکمیل برای ما ارائه بتن تا ما به عنوان محکمه انتخاباتی به اونها رسیدگی بکنیم. در حالی که چنین چیزی نرسیده و اگر این مستندات ارائه نشه، کأنهو که کسی به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی نشده. اما چرا در زمان تسلیم شدن همین مورد و یا دوسیه اینا بررسیش نکردین که واقعا اسناد مستند داره و اسنادی که نیاز هست را زمیمه اینا فرستادن، چیزی را که سخنگوی تیفا مطرح کردن؟ دقیقا در همون بد و این مکتوب الان فرستاده نشده که همون زمانی دقیقاً که دقیقا همون زمان پس از یک هفته دو هفته جنجال بالا گرفت. نه، یک هفته دو هفته هم نکشید. به محضی که در حقیقت کمیسیون انتخابات همون لیست را برای ما فرستاد، ما بلافاصله در حقیقت نیمی مکتوب را عنوانی کمیسیون انتخابات فرستادیم که شما ای را بیایید دوسیه سازی بکنید و شواهد و اسناد و مدارک را زمیمه بکنید، بعد برای ما ارسال بکنید تا ما بتانیم به اونها رسیدگی بکنیم. شما در زمان تفتیش مجدد ناظر داشتید؟ بله، ناظر داشتیم. حالا زیر نظر همو کارمندان متخلف؟ خب حالا فعلا که به اثبات نرسیده تخلف اونها. به هر حال اما شکایتش درج شده. خب بله، نه اما لیستش آمده، درسته، اما تا زمانی که این مستندات ارائه نشه لیستش رسیده باید بررسی شود. و تا زمانی که بررسی چه زمان نشه بررسی خواهد شد؟ زمانی که مستنداتش ارائه شد. پس این هماهنگی را که شما میگفتین وجود داره بین دو کمیسیون کجاست؟ خب من در کنارش گفتم که در بعضی از موارد هم هماهنگی نبوده، یکی از موارد هم پس هم. اینجا مردم میشه بالای کار شما و موقف شما نقطه چی میگن انگشت انتقاد بلند کنه؟ نکنید، من به کمیسیون انتخابات کار ندارم. خب از موضع و موقف اونها باید خودشان دفاع بکنن، اما آن چیزی که به کمیسیون شکایات برمیگرده این است که ما تمام موارد را اصولا رعایت کردیم و اصولا مواردی را از کمیسیون انتخابات خواستیم. نکنید محکمه انتخاب، محکمه اصلا سیستم قضایی یا رسیدگی های قضایی کارکردش همینه، اصلا سیستم کارش همینه. اما شما به هر صورتش ناظر داشتین در اونجا و بله. 12650 پرونده بر شما راجع شد، دوسیهش به قوله و همون مستند نه او سایر گپ سایر گپایش را این را کنار میگذاریم. چرا بیش از 20 روز است که پرونده آقای دانشیار هیچ سخنی در موردش زده نمیشه؟ واقعا به گفته تیفا شما محافظه کاری میکنین و مصلحت گرایی؟ نه، بحث آقای دانشیار موضوعی هست که
خیلی به کمیسیون شکایات خوب ارتباط هم نمیگیره. او بحثی است که از صلاحیت های قانونیتون استفاده کنید. بله، خب نگاه کنید، در قانون هم آمده مواردی که به عنوان تخطی، تخلف یا جرم انتخاباتی درج شده باشه. حتی برای ثبت شکایات هم ما اینی میره داریم در قانون. مواردی میتونه به عنوان اعتراض و یا شکایت درج شه که در چارچوب قانون به عنوان تخطی، تخلف یا جرم انتخاباتی شناخته شده باشه. مواردی که خارج از اینها باشه اصلا در صلاحیت ما نیست و ما فقط در امو حدود قانون صلاحیت داریم که کار خود رو انجام بدیم. اما شکایت شده در مورد آقای دانشیار؟ مشخصا الان نمیتونم چیزی بگم، چون از جزئیات 16500 شکایت خیلی نمیتونین گفته. نه، به هر حال این جزئیات هنوز مشخص نشده. من خیلی خوب بیاد دارم که سه دسته انتخاباتی شکایتی را روان نامه ای را فرستادن به دادستانی کل و واقعا شما شکایت کردین از این مورد یا خیر؟ بله یا نه خیر؟ با در ادامه داشته باشین صحبت های آقای فیاض. بفرمایید. حداقل به کمیسیون شکایت انتخاباتی، حالا ممکنه به سارنوالی یا دادستانی کل این موضوع ارجاع شده باشه. اما اینام شکایت کردن. خب هنوز در مرحله بررسیه دیگه. قطعا او موارد هم جز مواردی هست که در ولایات بررسی نمیشه، بلکه به عنوان شکایت استثنایی در کمیسیون مرکزی. بسیار تشکر. به این مورد در شبهای دیگه خواهیم پرداخت بیشتر از این. اما فکر میکنین که چه نسخه ای میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی را بیشتر کمک کنه از دید ثبات همگرایی؟ در 30 ثانیه چون وقت مکمل نسخه میتونه کمک بکنه که به هر حال فشار بیشتری به کمیسیون انتخابات اینجا ایجاد شود که همکاری خودش داشته باشه در چند موردی که اشاره کردن. یکی معلومات را اینا در اختیار ندارن، معلومات بایومتریکی را نداشته باشن، غیر مسلح هستن، اصلا وسیله بر کار ندارن. دوم در ارتباط با نمود 12000 پرونده هست که باید مشخص شود که به تعبیری که خود رئیس کمیسیون انتخابات داشت گفت 700000 رای تقلب شده، این میتونه اصلا یک تیکت را اصلا ورداره، نام بشه از لیست حذف بکنه. به این باید خیلی زود رسیدگی صورت بگیره و به هر حال اگر اینمی همکاری در این زمینه به میان بیاید، من فکر میکنم که به هر حال کمیسیون شکایت انتخاباتی شاید کارش بیشتر سرعت بتونه ببخشه و نتیجه بخش باشه و به هر حال ما شاهدی باشیم که سریال تقلب در نسخه دولت ساز به کمیسیون شکایت انتخاباتی چیز داری وضعیت؟ نسخه ما است که قانون رعایت بکنه و کارشون رو شدت بده در زمان مشخص. کارشون قانون به هر شکلش نقص میشه، ولی در رابطه با حرف آقای اشراق، طراح و بنیانگذار تقلب آقای معنوی در قلب تیم ثبات و همگرایی حضور داره. اینها باید تقلب کرده باشند، تقلب را باید کسانی کرده باشند که اینها باورمند به برگزاری انتخابات نبودند. تقلب را دولت ساز شما دقت بکنید، در وقت بحث از تقلب مطرح میشه، بحث از تقلب مطرح میشه. او برادر تو دقت نمیفهمی، ما تفاهم ما تمام دقت نمیده بفهم ولا دقت میدم. نوبت ما آرای تقلبی که مطرح میشه، نوبت ما ساخت چه دقت تیم دولت ساز دست خود دست خود نوبت ما است. بفرمایید. طراح تقلب در تیم زینا هست، بنیانگذار تقلب در تیم زینا است. اینها باورمند به برگزاری انتخابات نبودن. مردم افغانستان در شش میزان تیر خلاص بر گلوی مجمع رساندن. ولی حالا شکست خوردن، تحمل از حضورتان جناب اشراق و احساس صورت گرفته. وقتی ما میگیم رای تقلبی باید کنار زده شوه، همیشه جگر تیم دولت ساز خون میشه. مردم افغانستان میگن که کی تقلب کرد؟ هر وقت بس تقلب مطرح میشه جگر اینا خون.